یکی از مغالطات خیلی 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 مهم، مغلطه زور. خود زور بزرگترین مغالطه است. زور. و خیلی جالب هست که در همین تاریخ منطق این رو گفتن آرگومنتوم اد بکولم در واقع عضو جنسی کفتار و بعض پستانداران که استخوانی است، به اونم میگوین بکول و چماق، یعنی در واقع مغلطه تشبس به چماق هست. زور آخوند آمده است رای گیری کرده، مردم اینها رو نمیخواهند، متوسل به چماق شدن، به سر مردم میکوبند که ما هستیم. یعنی در واقع در جایی که صحبت زور و چماق هست، همه منطق انسانی فرو میریزه، جایی نداره منطق. امروز در ایران ما همین ماجرا جریان داره. یک عده‌ای ملا که مردم از اینها به حد افراط نفرت دارن و اینها آمدن حکومتی رو به دست گرفتن، با مغالطه‌ای که شما اسلام میخواستید، ما میدانیم که نه در مشروطه کسی اسلام میخواست. آخه اسلام چیزی نیست که کسی براش انقلاب بکنه، چون اسلام که ما میشناسیم چه چیزی هست؟ یک خدایی دارد، یک پیغمبری دارد، یک جهنمی، یک بهشتی دارد، یک قرآنی دارد، یک تعلیمات، این تکلیفش معلومه. و کاربرد دین در حوزه اخلاق، نهایتا در حوزه اخلاق هست. تمام این دینهای خاورمیانه‌ای اینا هیچ گونه هدف بزرگی رو مد نظر نداشتن از ابتدا، هیچ اندیشه بلندی مد نظر نبوده. نهایتا در بهترین وضع اگر ما بخوایم اینا رو تحلیل کنیم، مقصود اینها برپای کردن یک نظام اخلاقی، یک نظام اجتماعی بوده و سلام علیکم و رحمت الله، چیز دیگری نبوده. اینها آمدن، خمینی آمده است افتاده بسر که شما از بی اسلامی انقلاب کردید، حالا چون شما اسلام خواستید بفرماد، اینک اسلام، ما با این عبا و عمامه و این عرض کنم که تیلسان، ما نماینده اسلام هستیم، این هم قرآن، این هم عرض کنم فقهش و تشکیلاتش، ما میخواییم شما را به اونجایی برسانیم که خودتان میخواستید. حالا مردم ایران در واقع نه در مشروطه، نه در انقلاب 57، کسی برای اسلام که انقلاب نکرد که آقا ما چون روزه کم میگیریم حالا میخواییم انقلاب کنیم بیشتر بگیریم، خب برو بگیر. کسی مانع کسی نبود از مکه رفتن و سوریه رفتن سر قبرهای کهن، هر کس دلش بخواست میره. نه خیر، شما اسلام میخواستید، موضوع آزادی و عدالت اجتماعی و توسعه و ترقی و برابری و قانونمندی و اینا هیچ کدام مد نظر نبوده، شما اسلام میخواستید، ما هم اسلام آوردیم. و در این اندیشه بودن تا اولین انتخابات در واقع انجام شد، اولین انتخابات معروف. مطلع هستید آقای ناطق نوری نماینده همین ارتودکسی و همین اسلام عزیز پربرکت و این آقای سید محمد خاتمی. از اون تاریخ ملایان متوجه هم شدن که مردم از اینها بیزار هستن، به جهت اینکه بزرگترین نماینده ارتودکسی اسلامی رو رفت نفی کردن. از اون روز آغاز شده، علنی شده، مردم یک سو، این رژیم پربرکت یک سو، تا کشیده است به داستان احمدی و همین انتخابات اخیر و بعد این جنایات فجیع و غریبی که این آخوندها در حق ملت ایران روا داشتن و این داستان همچنان ادامه دارد. و اینجا بین مردم و حقیقت زور مانع هست، بین مردم ایران و آزادی زور اینجا نشسته و گروهی دوست، حقیقتا دوست و بی انصاف و عقب مانده، اینها نشستن و هر شبت که مشغول خوردن اموال مردم و ستمکاری هستن در حق مردم و حیثیت مملکت ما رو بردن. زور. بنابراین مغلطه آرگومنتوم اد بکولم، مغلطه بسیار قدیم هست. این مغلطه زور بایستی برداشته بشه از ایران. متاسفانه
زور حاکم هست در خانواده ها، هم هنوز زور حاکم هست. یعنی یک کسی که آقای خانواده هست، شوهر، پدر، این حکمش رواست، نه به جهت اینکه الزاماً منطقی تر صحبت میکنه، نه به جهت اینکه الزاماً اون چه بهتر است او میداند، بلکه زور را حاکم میکنه در من. دو تا سیدی به نمیدونم خانم بزنه، دو تا چوب برداره، نمیدونم حالا امیدوارم دیگه اینجوری نباشه. اما در جامعه مرد سالاری خاورمیانه، به خصوص بین عرب ها و اینها، عرض کنم که مغلطه زور در خانواده حاکم است و اینها سلول های سازنده کل جامعه هستند. یعنی اگر ما به زور معتقد شدیم در خانواده، در مناسبات خیلی نزدیک، در رابطه نزدیک خانوادگی، این است که ما نمیتوانیم آدم دموکراتی باشیم. من مطمئنم طرفداران استبداد در خانم زورگو هستن و مستبد وقتی که بر تخت قدرت تکیه زد، اجازه گسترش عقل و خرد و استدلال رو نخواهد داد، به جهتی که موضع مستبد غیر عقلی است. آقا خیلی خیلی غیر عقلی است که یک شخصی بنشیند، یک شماق به دست بگیره، بگوید که من از همه شما 60 میلیون تا 30 میلیون دوازن بیشتر میفهمم، شما صلاح و مصلحت خود رو شما نمیدانید، من میدانم، من میخواهم در بودجه شما و اموال شما دخل تصرف کنم، هر کس هم حرف بزند ما میگیریم زندان میاندازیم شکنجه میکنیم. خب دیگه پرتقال فروش رو پیدا کردن کار سختی نیست. اینجا حماقت قضیه رو میشود از راه دور دید. این است که اساسا پیدایش دموکراسی از اونجای شده است که دریافتن اروپاییان که استبداد غیر عقلی است، مغلطه آمیزه، مغالطه است، گمراهی است. آقا استبداد گمراهی است. حالا بهترین مستبدین اونایی هستن که از سبب که 4 تا جاده و راه و اینها هم تولید میکنن. اما وقتی ما زیان وجود مستبد رو در جامعه در کنار اون چه در واقع میتوانستن خود مردم به دست بیاورن در موارد مشابه نگاه میکنیم، هزار برابر زیان مستبد بیشتر از وجود نازنینش هست در جامعه. چون به طور طبیعی و به طور عقلی خرد جمعی 50 میلیون انسان حتما بالاتر از یک آدمه. سهل است دو نفر که کنار هم بنشینن، به احتمال اون دو نفر خیلی بهتر وقتی که در واقع بحث و بررسی میکنن در مسئله، به نتیجه بهتری ممکن است برسن تا یک نفر. این است که دموکراسی بر پایه خرد جمعی جامعه، و چون میسر نیست که ما برویم در یک موردی نظر 70 میلیون و 300 میلیون حالا آمریکاست 300 میلیون بگیریم، این است که از طریق نمایندگان، و این نمایندگان هم چگونه نماینده میشوند، با رقبا استدلال میکنند در بین مردم نگاه میکنند ببینند که چه کسی برنامه های بهتری دارد، چه کسی استدلال نیرومندتری دارد. اینها میروند رأی میدهند، رأی اکثریت سبب میشود که یک نفر مثلا از فلان ایالت برود اونجا مردم رو نمایندگی بکند و در باب کشور اونها تصمیم بگیرن، قوانینی که در واقع به بحث و مشاجره میذاره. کشور ما یک زورخانه بوده یک زمانی. این عرب ها از سبب که به صورت درندگان عجیب غریبی در آمده بودن، به لحاظ اینکه به اینا گفته بودن بروید دزدی و غارت کشته بشوید به بهشت میروید، بکشید و میروید به بهشت، اموال مردم مال شما، اسبا و زنا و پول و طلا و اینها. زورشون زیاد شده بود. اینا آمدن مملکت ما رو گرفتن و به اون روزگار ادبار و بدبختی و نکبت ما رو دچار کردن. 600 و نمیدونم چند سال هم غارت کردن، هرچی مردم ایران کار کردن اینها خوردن. یک امپراتوری ظالمانند بر پشت مردم ایران چسبیده بود. تمام این کشاورزی از میان رفت، راستون مملکت تقسیم شد و گروهی گریختن و اینها. تا زورمندتر از اینها پیدا شد، مغول ها آمدن زورشون خیلی بیشتر بود، زدن اینها رو، عرض کنم که از میان برداشتن. و مرتب نگاه کنی ببینی یکی زورمند پیدا شده، زورمند دیگری رو بیرون انداخته.